محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز چهارشنبه 26 دی ماه در یک همایش پلیس قطع نکردن دست سارق را یک اشتباه توصیف کرد که به گفته او از ترس جفسازی تحت عنوان حقوق بشر در ایران انجام نمی شود. دادستان کل ایران گفته است ما متاسفانه به لحاظ اینکه از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم از حدود الهی دست می کشیم. و همچنین از افزایش جرایم سرقت در ایران خبر داده است. بر اساس ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دهه‌ها پیش از سوی ایران پذیرفته شد، آمده هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌های غیرانسانی قرار داد. در آخرین گزارش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل نیز به تداوم شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی اعتراض شده است. اما این اظهار نظر در واقع اظهار تأسف دادستان کل ایران از اجرا نشدن برخی احکام به دلیل حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب بسیاری داشته. همکارم بهروز صمدبگی اینجاست هم با ما تا نگاهی داشته باشه به این واکنش‌ها. بهروز، افشار به تازگی بریده فیلمی از یک سخنرانی آیت الله خمینی که گفته بود حکم قطع دست یک رحمت خبرساز شده بود و امروز این اظهار نظر دادستان کل ایران هم بهش اضافه شد. کاربری به نام آداگیو نوشته در همین جمله کوتاه دادستان که جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از محکومیت حقوق بشری در مجامع بین‌المللی دست از اجرای برخی حدود الهی کشیده، دو موضوع نهفته است. یک، مسائل حقوق بشری به خودی خود کوچکترین اهمیتی برای نظام جمهوری اسلامی نداره. دو، فشارهای خارجی تا چه حد میتونه مؤثر باشه. ریحانه هم با اشاره به اظهار نظر دادستان کل گفته شکر خدا از یکی حساب میبرید، وگرنه معلوم نبود چی به سر ما میومد. علی مشتری‌زاده نوشته دادستان کل کشور میگوید به خاطر برخی ملاحظات حقوق بشری از اجرای برخی احکام الهی دست کشیده ایم. حتما منظورشان سنگسار رو به صلیب کشیدن یا اجرای حد مرتد است، چرا که مابقی احکام حتی قطع عضو آن هم در ملای عام اجرا می شود. خدا را شکر برخی ملاحظات حقوق بشری در نظر گرفته می شود. نهانگرد هم از اون دسته کاربرا بود که به طنز و کنایه رو آورد و نوشت اونجا که باید از خدا و حدودش به حقوق بشر پناه برد.